سلام. سلام. همه چیز آماده است. زندانی کجاست؟ این زندانی؟ این؟ اونقدر خطرناکی که باید به این جزیره متروکه فرستاده می شد؟ مقامات روم عقلشون کم شده؟ مواظب حرف زدنت باش تایتوس. واقعا چرا او رو اینجا فرستادن؟ دومینوس ادیوس. چی؟ دومینوس ادیوس. خداوند و پروردگار. این چیزیه که امپراتور دومیتیان به خودش لقب داده. خب فقط یک خداوند و پروردگار وجود داره و اون هم خداییه که من میپرستم. پس این مرد رو به خاطر این به اینجا فرستادن چون امپراتور رو خدا صدا نمی کنه؟ خب چرا او رو نکشتن؟ اونا سعیشون رو کردن ولی اون نمی میره. منظورت چیه؟ همین که گفتم این مرد نمی میره. اون یک مسیحیه. اون تبلیغ میکنه که بقیه هم دنبال روی به اصطلاح منجیش بشن. عیسی مسیح، او پسر خداست. به او اختار شد، زندانی شد و بالاخره جوشوندنش. جوشونده شد؟ بله. ولی همینطوره، اون نمرد، هیچ چیزش هم نشد. این مزخرفه. راستی فکر میکنی چرا اینجاییم؟ اون سرسپردگیشو به عیسی مسیح انکار نمیکنه یا از تعلیم دادن دست برداره. چطور میتونم این کار را بکنم؟ عیسی جونشو برای من فدا کرده و همینطور برای شما، برای همه. اون روی صلیب جون داد که تقاص گناهان ما را بده و ما را به خدا نزدیک کنه. او از مرگ قیام کرده و زنده است و میخواد ما شاهدان او باشیم. کلام او زندگی و شادی به همراه داره. آیا من میتونم همچین حقیقتی رو از دیگران دریغ کنم؟ به شما میگم نمیتونم. خب پیر مرد، یک دنده خنگین به اوضاع تو چندان کمکی نکرده. میتونستی هیچ کدوم از این بدبختی ها رو نداشته باشی و دوران پیریت رو در راحتی بگذرانی. اینطور نیست پالو؟ تو یک سرباز هستی. همینطور پیر مرد، و یک سرباز وفادارم و همیشه هم خواهم بود. بنابراین تو میفهمی که دفاع کردن از چیزی که بهش اعتقاد داری یعنی چه. من افتخار میکنم به خاطر مسیح اینجا باشم، در این زنجیرها، در این جزیره بیاب و علف. و تو افتخار میکنی که به خاطر امپراتوریت اینجایی؟ اینجا یکی ازت برد تایتس. اون مخش خیلی خرابه. ولی پیره مرد، تو از کجا میدونی؟ تو از کجا اینقدر مطمئنی که این عیسی که اون چی گفت قبلا؟ پسر خداست؟ چون من اونجا بودم. از همان شروع نشانه هایی بودند و یک نبوت. خداوند خودش به شما علامتی خواهد داد. اینک باکره ای حامله شده و پسری به دنیا خواهد آورد که او را امانوئل خواهند نامید، که به معنی خدا با ماست. یک باکره؟ یک باکره؟ این غیر ممکنه. نه برای خدا. او فرشته ای را به باکره ای در یکی از شهرهای جلیل فرستاد. سلام بر تو ای که بسیار مورد لطفی. چی؟ کی؟ تو کی هستی؟ ای مریم مترس، لطف بسیار خدا شامل حال تو شده است. اینک آبستن شده، پسری خواهی زایید که باید نامش را عیسی بگذاری. او بزرگ خواهد بود و پسر خدای متعال خوانده خواهد شد و پادشاهی او را هرگز زوالی نخواهد بود. ولی این چطور امکان داره؟ من هرگز با مردی نبودم.
روح القدس بر تو خواهد آمد، از این رو آن مولود مقدس و پسر خدا خوانده خواهد شد. درست مطابق نبوت فرزند متولد شد و یوسف یک مرد خوب که حرفه نجاری داشت از طرف خدا انتخاب شد که از اونا نگهداری کنه. ولی کسانی بودند که از طفل متنفر بودند و قصد صدمه زدن به او را داشتند. مریم عجله کن، ما باید بریم. یوسف چی شده؟ چی کار میکنی؟ بچه در خطره. ولی اونا بچه هستن. خب این اهمیتی داره؟ من پادشاه اسرائیلم، من پادشاه یهودیام، پادشاهیم را با کسی شریک نمیشم. ولی این فقط یه پیشگوییه، شاید اشتباه باشه. بگو چه گفته. ولی تو بتلهم هیچند کوچکترین از هزاران در یهودایی، از تو کسی برای من ظهور میکند که اسرائیل رو رهبری خواهد کرد. نگاه کن، اون ستاره بالای بیت لحم که منجمان گفتند نشانه تولد پادشاه یهودیانه. من اینجا بی احتیاطی نمی کنم. من پادشاه یهودیان هستم و پادشاهیم و با کسی شریک نمی شم. شنیدی؟ با هیچ کس. تمام بچه های زیر دو سال را بکشید، حتی یکی رو هم زنده نگذارید. آن خانواده به مصر فرار کرده و تا بعد از مرگ هیرودیس اونجا ماندند. بعد از اون به اسرائیل برگشتند و عیسی تا زمانی که 30 سال شد در خانه پدر و مادرش زندگی کرد. خب این یحیی تعمید دهنده خیال میکنه کیه؟ دقیقاً این چیزیه که ما باید بفهمیم و به کاهن اعظم اطلاع بدیم. همه این آدمای احمق اینجا جمع شدن که این مرد رو ببینن. نگاهشون کن، اینا باید تو معبد باشن، نه اینجا با همچین آدم دیوونه ای. توبه کنید که پادشاهی آسمان نزدیک است. راه را برای خداوند آماده کنید. نگاه کن اندریاس، اونا دوباره اونجا هستن. بیشک دوباره همون سالها رو دارن. به ما کمک کن، چه کار کنیم که آمرزیده بشیم؟ توبه کنید، اگر طالب آمرزش هستید باید آنچه را که کتاب مقدس میگوید انجام بدهید. راه خداوند را آماده کنید، راه او را راست گردانید. چی کار باید بکنید که آمرزیده بشید؟ از قوانین موسی پیروی کنید. همین. ای افعیزادگان، ما توبه کنید. تو به ما این رو میگی؟ توبه کنیم؟ ما که قوانین موسی رو از همه شما بهتر نگهداری میکنیم، برای چی توبه کنیم؟ شما فکر میکنید چون ابراهیم جد شما مورد قبول خداوند هستید؟ ولی من به شما میگویم خدا قادر است که از این سنگ ها برای خودش فرزندانی بیافریند. کافیه، به سادگی به ما بگو، آیا تو منجی هستی؟ مسیح هستی؟ فرستاده خدا برای نجات ما؟ من صدایی هستم که در بیابان فریاد می کند راه خداوند را هموار کنید. من با آب تعمید می دهم، ولی کسی که بعد از من می آید از من بسیار بزرگتر است.
که من حتی شایسته نیستم کفشهایش را پیش آورم. من با آب تعمیر میدهم ولی او با روح القدس و آتش تعمیر میدهد. به اندازه کافی شنیدیم، زیادی هم شنیدیم. تو به نزد من میایی عیسی؟ نه، این من هستم که باید از تو تعمیر بگیرم. این اراده خداوند است که ما به آن عمل کنیم، نه اراده خودمان. بعد از تعمید عیسی به تنهایی به بیابان رفت تا دعا کند و روزه بگیرد. بعد از 40 روز بدون غذا به سر بردن بدن او ضعیف شد، ولی روح او همچنان قوی باقی ماند. عیسی 40 روز روزه، خیلی عالی. ببین، اشتها آوره. اگر تو واقعا پسر خدایی، این سنگ ها را به نان تبدیل کن. خودت را سیر کن، آن درد شدید گرسنگی از بین خواهد رفت. خودت را سیر کن. نوشته شده انسان تنها به نان زنده نیست، بلکه به هر کلامی که از دهان خدا صادر شود. پس خودت را ثابت کن، خودت را پایین بینداز. ببین آیا خدا تو را حفظ می کند؟ آیا این نوشته نشده که فرشتگان او تو را در دستهایشان خواهند گرفت؟ مبادا این نیز نوشته شده که خداوند خدای خود را میازما. همه اینها برای توست و هرچه در آنهاست. اگر در برابرم به خاک افتی و پرستشم کنی، فکرش را بکن. من به تو لشکر را میدم، عیسی پادشاه. نه، دور شو شیطان. نوشته شده خداوند خدای خود را بپرست و تنها او را خدمت کن. عجله کن، اون تورها رو بکش بالا. وقت تلف کردن بی خودی. تمام شب توی دریا، تمام شب. و چی آیدمون شد؟ خب بدخلق شدی، ناراحت نباشم، اون زود میتونی بری استراحت کنی. اگه مامورین مالیات جای خوابمو نبرده باشن. شمعون یعقوب. حالا این به یه طرف، این برادرای ما معلوم نیست کجان. یعقوب، شمعون، شما باورتون نمیشه. خب چه عجب پیدا شد برادر کوچولو. اینجا کسب و کار داریم که بهش برسیم. میدونم یعقوب، ولی برای دیر کردن دلیل خوبی داریم. بهتره که داشته باشی. اونو پیدا کردیم. کیو پیدا کردی؟ مسیح رو. مسیح.
اون تعمیدنده گفت که دنبال این شخص بریم. ما هم رفتیم و با او صحبت کردیم. درسته، تمام شب رو. تمام شب؟ حالا عصبانی میشه. تمام شب. ما باید به کسب و کارمون برسیم. اون وقت شما کاری ندارید به جز وقت تلف کردن با این. و تو کی هستی؟ تو کی هستی؟ عیسی. این همونه، این خودشه شمعون. مسیح موعود، عیسی ناصری. مسیح موعود؟ مسیحی که انتظارش رو داشتیم؟ مرد فقیری از ناصره. این حقیقت داره شمعون. قایق رو به جای عمیق ببر. چی؟ چرا؟ مگر نمیخواهید ماهی بگیرید؟ من دیگه نمیتونم. تمام شب ماهیگیری میکردیم، هیچ ماهی نگرفتیم. من بیاین شمعون. یعقوب، چیزی که از دست نمیدی. تا حالا که تمام شب بیدار بودی. بیا بریم تا ببینیم موضوع چیه. باشه، فقط تا این چیزهای بی خود رو از سرتون بیرون کنید. هفته یه دیگه دوتایی باید کارها رو بکنید. تورها را اینجا بیندازید. این وقت تلف کردنه خیلی بیفایده است. بیدارم کنید وقتی شمعون. شمعون ببین، بیا و ببین. خب بیا کمک کن. این خیلی ماهیه، تور داره پاره میشه. اون یکی قایق رو صدا کنید. قایق رو، اون یکی قایق رو بیاری. خداوند، خداوند. خارق‌العاده است. این بزرگترین سیدیه که تا به حال داشتیم و بیشترین فروش. اون دو سکه و اون یکی سه سکه است. استاد خواهش میکنم از من دور شو. من مردی گناهکارم. نترس شمعون پتروس، به دنبال من بیا. منظورت چیه؟ به دنبال من بیا پتروس. همه شما به دنبالم بیایید و شما رو صیاد انسان ها می کنم. منظورت الانه؟ بله پتروس. ولی این بزرگترین صیدیه که تا حالا داشتیم. از حالا به بعد مردم رو صید می کنی. برای کسب و کار خیلی بده، خیلی بد. صبر کنید، صبر کنید، منم بیام.
اینجا منزل شمعونه؟ اینجا همونجاست که عیسای ناصری زندگی میکنه؟ بله بله، ولی دیگه جا نداره. من راجع به یک معجزه چیزهایی شنیدم، یک سد بزرگ ماهی و تبدیل آب به شراب. بله بله، منم شنیده بودم و اینکه اون یه مرد دیو زده رو نجات داد. حقیقت داره، یه معجزه بود، اونجا بودم، با چشای خودم دیدم. و من شنیدم که مادر زن شمعون رو شفا داده. زن بیچاره بسیار مریض بود و بستری بود. و حالا برید خودتون ببینید اگر میتونید. اونجا مشغول پذیرایی از دیگرانه. بخواهید که به شما داده خواهد شد، بجویید که خواهید یافت، بکوبید که در به رویتان گشوده خواهد شد. زیرا هر که بخواهد به دست آورد، و هر که بجوید یابد، و هر که بکوبد در به رویش گشوده شود. فقط همین؟ درخواست کن؟ بله، فقط بخواهید و به شما داده خواهد شد. نه، چه خبره؟ صبر کنید، چه کار میکنید؟ سقفم را خراب کردید. کمک، خواهش میکنم کمکم کن، لطفا کمکم کن. خواهش میکنم، سالاز من به همین وضع بودم، کمکم کن. استاد، شنیدیم تو معجزه میکنی، شما میتونید براش کاری بکنید؟ هر کاری. خب این استاد محترم چی کار میتونه بکنه؟ ببریدش خونه. خواهش میکنم استاد، میدونم که خدا به تو گوش میده. استاد خواهش میکنم. چی کار میتونه بکنه؟ بوی مفلوجه. نگران نباش، گناهان تو بخشیده شدند. اون چی گفت؟ بنزینش چیه؟ گناهانش بخشیده شده؟ ولی چطور؟ این کافگوییه، فقط خدا میتونه گناهان را ببخشه. کافر. به من بگویید، گفتن کدام آسان تر است؟ گناهانت بخشیده شدند یا؟ بلند شو و راه برو. ولی برای اینکه به شما نشان دهم که به من قدرت بخشیدن گناهان نیز داده شده، برخیز، رخت خوابت را بردار و برو. متشکرم خداوند، متشکرم. یه معجزه است، معجزه. بهتون میگم اون یه کفگوه، یه کفگوه. ولی دیدی چی شد؟ تو اونجا بودی، اون مفلوج رو شفا داد. هیچ ربطی به موضوع نداره، شفا دادن یک نفر یک چیز، ولی هیچ کس نمیتونه گناهان را ببخشه جز خدا. زمانش رسیده، پادشاهی آسمان اینجاست. بیایید و به خبر خوش بخشش از گناهان ایمان آورید که برای تک تک شماست، برای همه شما است. زود باش، وقت زیادی ندارم. ولی بیشتر از این استطاعت نداریم، مطمئنه شما؟ نخیر نمیتونم، حالا هرچی که میخوای بگی. نمیتونم، از اینجا برید. ولی درسته. حالا عالی شد. اون ماله آه
اون مال منه. اون متای باجگیر مأمور مالیات برای رومی ها مالیات جمع میکنه. مطمئنا یه مقدار هم برای خودش. به نظر میرسه که مردم تو رو دوست ندارن. بعضیا ندارن ولی دیگرون براشون مهم نیست. البته که نیست. ای متا یک کم دیگه شراب. اندازه کافی خوردی. بیا خداوند با او صحبت نکن. مردم حرف در میارن. شما باید سب کن ببینم تا همون پیغمبر جدیدی که مردم راجبش حرف میزنن. مگه نه عیسای ناصری؟ بهش دست نزن. به تو چه مربوطه؟ شاید بعدش نیاد. میدونم کی هستی. دیدم چطور اون مرد رو شفا دادی. چیزی که در مورد بخشیدن گناهان گفتی. من باور دارم فرستاده خدایی. پس دنبال من بیا. متا دنبال یه مرد روحانی بره. اونها راست میگن استاد. من یک مرد خوب نیستم. نپرسیدم آیا خوب بودی؟ بیا متا به دنبال من بیا. راجع به این چه فکر میکنی؟ یادت نمیاد شمعون؟ عیسی تو رو با آب انداخت و از سید قایق پر از ماهی شد. بعد او به ما گفت که ما صیاد انسان‌ها. بله انسان‌هایی مثل تو و من، ماهیگیرها و بازگیرها، همه. هیچ چیز مثل گذشته نخواهد بود. عیسی با شفا دادن بیماران و مفلوجین همچنان مردم رو شگفت زده می کرد. این به حقیقت پیوستن نبوتی است که می گوید روح خداوند بر من است، زیرا مرا محض کرده تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاده تا رهایی را به اسیران و بینایی را به نابینایان اعلام کنم و ستم دیدگان را رهایی بخشم و سال لطف خداوند را اعلام نمایم. کمکم کن، من کورم، کمکم کن، خواهش میکنم. چه کار میکنی؟ من میتونم ببینم؟ میتونم ببینم. چی؟ بینا شدم. بهتون میگم اون یک درد سرسازه، یک مزاحم. من موافقم. مشروب فروشا، باجگیرا، زنای بدکاره میگن که اون میتونه گناهانو ببخشه. کرفکوییه، همینو بس. پس منتظر چی هستیم؟ ما نگهداران قوانین موسی هستیم. این مسئولیت ماست که این را متوقف کنیم. باید دست به کار شویم. ولی شما کارو را دیده اید. شفا دادن بیماران، حتی زنده کردن مرده ها. او خواهش میکنم، یک بچه مریض شفا پیدا میکنه و یک او میگوی این مرده زنده شده. مردم حرف میزنن، شایعات زیاد میشه. ولی همین امروز یک مرد کور بیناییش رو به دست آورد، همین جا در همین معبد. اینه که میگند. از کجا بدانیم که این به اصطلاح معجزات حقیقی هستند؟ خب استاد نیکودیموس، این همون مرده. این یک ماه
معجزه است. این بهتون میگم. یعنی چه که این آدم ها را به اینجا میاری؟ یک لحظه به من فرصت بدید، خواهش میکنم. به من بگید آیا او پسر شماست؟ بله بله. و او کور به دنیا آمد؟ کاملا. پس چطوره که حالا او میبینه؟ ما نمیدونیم. او یک آدم بالغه، شاید باید از خودش بپرسی. میتونم ببینم. تو از خودت چه داری بگی؟ من میتونم ببینم. یه مرد، یه پیامبر، او منو شفا داد. اگر میتونی ببینی، این کار خدا بوده، نه مردی که راجبش میگی. کسی که میدونیم یه گناهکاره. یه گناهکار؟ اگه اون گناهکار یا نه من نمیدونم. اونجی که من میدونم اینه که من کور بودم و حالا میتونم ببینم. ولی چطور؟ چطور این کار را کرد؟ نمیدونم من، ولی مطمئنم میتونیم پیداش کنیم. شما هم میخوای شاگردش بشید؟ بیرون! تو ممکنه شاگرد او باشی، ولی ما نیستیم. ما از موسی پیروی میکنیم. راجب این مرد ما حتی نمیدونیم از کجا آمده. خب این جالب نیست؟ شما نمیدونید اون کیه؟ آخرین باری که شنیدید یک مرد کور بینا شده کی بود؟ دارم بهتون میگم، این مرد منو شفا داده. اگر از خدا نبود هیچ کاری نمیکرد. لعنت کوری بر تو بود و تو جرأت میکنی به ما درس بدی؟ بیرون از معبد، بیرون بیاندازیدش، بیرون. میتونم ببینم، این یک معجزه است. میتونم آسمونو ببینم، ابرها رو نگاه کن، پرنده ها رو میتونم ببینم. من بینا شدم. همه این شب رو اونجا بوده؟ آره، در حال دعا. دلت تنگ میشه؟ چی؟ قایق جلیل. گاهی وقتا خونوادم، ولی نه دست پخته همسرمو. واقعا دلم برای اون تنگ نمیشه. ولی قایق، آره دلم برای اون تنگ میشه. آزادی در پهنه دریا. پس بیشتر قدشو میدونی. وقتی برگردی ما دیگه بر نمیگردیم. و همه ما میدونیم هیچ وقت دیگه بر نمیگردیم. ما بر نمیگردیم. این کار خداست. من شما را به سفری میفرستم. شما 12 نفر، 2 به 2، برای مژده دادن ملکوت خدا. و همینطور که میروید به همه بگویید ملکوت آسمان نزدیک شده است. خداوندا، ما همه چیز خود رو رها کردیم تا دنبال تو بیاییم. بله پتروس، درسته. همه شما این کار رو کردیم و هر کسی که خانه یا برادر یا خواهر یا پدر و مادر یا همسر یا بچه ها یا زمین خود را به خاطر من و انجیل ترک کرده باشد 100 برابر دریافت خواهد کرد، با جفاها و در آخر با زندگی جاودان. بیماران را شفا دهید، مردگان را زنده کنید، جزامی ها را پاک سازید، دیوها را بیرون کنید. به رایگان یافتید، به رایگان هم بدهید. شما را مانند گوسفندان به میان گرگان میفرستم. پس مانند مار هوشیار باشید و چون کبوتر بیازار. همه شما را نخواهند پذیرفت. هر که نزد مردم مرا اقرار کند، من نیز در حضور پدر آسمانیم او را اقرار خواهم کرد. اما هر که مرا نزد مردم انکار کند، من نیز در حضور پدر آسمانی خود او را انکار خواهم کرد. هر که بخواهد جان خود را حفظ کند، آن را از دست می دهد. و
هر که جان خود را به خاطر من از دست بدهد آن را حفظ خواهد کرد. هر که شما را بپذیرد مرا پذیرفته، و هر که مرا بپذیرد پدری را که مرا فرستاده میپذیرد. پس ما راهی شدیم، همونطور که گفته بود، دو به دو، که پیغام او را به مردم برسونیم، و مردم اون را به خوشحالی قبول کردند. لااقل بیشتر اونها این کار را کردند. جلیل، دکاپولیس، اورشلیم، حتی تا ماورای اردن، گویا همه دنیا به دنبال این عیسای ناصری به راه افتادند. و حالا متوجه شدی؟ خب، حالا چه کار باید بکنیم؟ دارم فکر میکنم. خب، ما فقط نمیتونیم اینجا بشینیم و کاری نکنیم. استاد سرا. چی؟ مگه نمیبینیم و وسط جلسه ایم؟ چی میخوای؟ من رو برای ورود بی موقع ببخشید، ولی یه گروه از مردم اونها زنی را آوردند که در حال زنا گرفته شده، او را به اینجا آوردند. خب که چی؟ قانون رو که میدونید، به بعضی از اونا بگو سنگسارش کنید. بسیار خوب. خب راجع به این عیسی چی کار میخواید بکنید؟ او دارد مردم را از زیر نفوذ ما بیرون میکشه، اونا را از ما میگیره. صبر کن، برگرد اینجا. کجا داری میری؟ این مهمه. زن زناکار رو با خودت بیارش و با ما بیا. ولی راجبه تو ساکت میشی؟ یه فکری کردم، بیایید. واقعا که منظورت از این کارا چیه؟ عیسی یه کورو بینا میکنه، مگر نه؟ ما هم چشمان کورو باز خواهیم کرد. این کورانی که دنبال روی او شدن، از سر ران برو کنار. استاد، این زن دستگیر شده در عمل زنا، در خود عمل زنا. شما میدونید که موسی در قانونش دستور داد که همچین زنی باید سنگسار شه. حالا استاد چه میفرمایید؟ بگذارید کسی که هیچ گناهی نکرده اولین سنگ را بیندازد. زن، کجا هستند کسانی که به تو تهمت زدند؟ هیچ کس تو را محکوم نمی کند؟ هیچ کس خداوند. پس من نیز تو را محکوم نمی کنم. برو و دیگر گناه نکن. این چه فکر میکنی؟ چی میخوای فکر کنم؟ به اون نگاه کن، او گناهانش را بخشید، قلب او پر از آرامشه، او با زندگی جدید اینجا را ترک میکنه. تو و من اینجا شاهد یک معجزه بودیم، یک زندگی خرد شده دوباره کامل شد. شگفت انگیزه. دوست دارم خودم با این مرد صحبت کنم.
استاد نیقودیموس؟ من آمدم که استاد را ببینم، که با او صحبت کنم. استاد، استاد، من باور دارم استادی هستید که خدا فرستاده، چون هیچ کس نمیتونه معجزاتی که شما میکنید انجام بده اگه از خدا نبود. من کار خدا را میبینم در قلب پیروانت، در شما. حقیقت این است که هیچ کس نمیتواند ملکوت خداوند را تجربه کند مگر اینکه تولد تازه داشته باشد. ولی چطور یه انسان میتونه متولد بشه وقتی پیر شده؟ جسم از جسم متولد میشود، ولی روح هست که روح میبخشد. ولی این چطور ممکنه؟ تو در اسرائیل یک استاد هستی و این چیزها را درک نمی کنی؟ تو باید دوباره متولد شوی نیقودیموس در قلبت. پس اون یک استاد بود و یک شفا دهنده بیماران و کسانی که در قلبشون مریض هستن. بعضی از رهبراتون هم در پی عقایدش بودن. او مردمدار بود. شهرت او پخش شد و مردم از همه جا برای دیدن او می آمدن، برای پر کردن قلباشون، همینطور شکماشون. او همه را غذا داد، چون می دونست همه از راه دور اومدن و خسته هستن. او 2 ماهی و 5 قرص نون را بین 5000 نفر تقسیم کرد. 5000 نفر؟ بله، و یک بارم 3000 نفر رو. بعد از اون مردم میخواستن که او را به عنوان پادشاه اسرائیل تاجگذاری کنند. حقیقتا این همان پیامبر موعوده. کی میتونه اینجوری معجزه کنه؟ با اقتدار صحبت میکنه. او مسیحه، پادشاه اسرائیل، کسی که منتظرش بودیم. بعضی از شاگردان خود او هم با این عقیده موافق شدند. خداوندا، ما باید به اورشلیم بریم. شما همه جا محبوب هستید. بله، ما به اورشلیم خواهیم رفت. عالیه. و آنجا من رنج‌های زیادی را متحمل خواهم شد. آنجا مشایخ و کاهنان اعظم و استادان شریعت مرا طرد خواهند کرد. نه. و آنجا من باید کشته شوم. نه خداوندا، نه. و روز سوم دوباره زنده خواهم شد. این چیزی نبود که شاگردانش میخواستن بشنوند. بعضی ها فکر میکردن که او یک پادشاهی زمینی را برقرار خواهد کرد، ولی عیسی مأموریت دیگه ای داشت. هر که میخواهد در میان شما بزرگ باشد باید خادم شما بشود، و هر که میخواهد در میان شما اول باشد باید غلام شما گردد، درست مثل من که نیامدم که خدمت شوم بلکه خدمت کنم و جانم را چون بهای رهایی به عوض بسیاری بدهم. بعضی ها شوکه شدند و بعضی ها غمگین و بعضی ها هم عصبانی. خیلی چیزها که عیسی یاد میداد شنیدنش برای مردم مشکل بود. دشمنان خود را محبت کنید، به کسانی که از شما متنفرند خوبی کنید. میدانم بعضی از شما به دنبال من می آیید چون از من نان و ماهی خوردید و سیر شدید. برای خوراکی که فاسد می شود زحمت نکشید، بلکه برای خوراکی که تا حیات جاودان باقی است، چیزی که من به شما می دهم. من نان حیات هستم که از آسمان نازل شد. اگر کسی از این نان بخورد برای همیشه زنده خواهد بود، و نانی که من می دهم بدن من است که من برای حیات مردم دنیا فدا می کنم. بعضی ها از او رو برگردوندن چون منتظر یه حکومت زمینی بودن. اونا شروع به طرد کردن حرفای عیسی کردند. حتی یکی از 12 تا که به وسیله شیطان وسوسه شده بود سعی کرد که خودش دست به عمل بزنه.
پس این کار تمومه. تمومه. 30 سکه نقره و من عیسی رو به شما تحویل میدم. ما باید خیلی مواظب باشیم. عیسی هنوز در میون مردم محبوبیت زیادی داره. باید حکمت به خرج بدیم و در فرصتی مردم رو بر علیه او تحریک کنیم. او کیه؟ عیساست. عیسای ناصریه. معجزه‌گر؟ یک جمعیت اون جمعیتی آورده و او تشویقشون میکنه. بهتون میگم که این موضوع داره از کنترل خارج میشه. این که قیمت درستش نیست. خیلی گرون میدیم. این گرونه، ارزش دو سکه رو نداره. چه نیدی چی گفتم؟ پول ندی کبوتر نداری، قربانی هم نداری، خود دانی. بعدی باید دست به کار بشیم، خیلی زود. ولی کبوتره خودمو برای قربانی کردن و بردم، حسن به اینها نمیرسیم. فقط حیواناتی را میشه در معبد قربانی کرد که اینجا فروختشن. ولی چرا؟ چون که فریسی ها گفتن، به این دلیل. حالا پولو بده. خداوند. چرا؟ چرا این کار را کردی؟ خانه پدر مرا به خانه تجارت تبدیل کرده ای. اینجا مکان دعاست. پولم، پول من. ببرید. همش را بیرون ببرید. چطور می توانید از مردم اینطور سوء استفاده بکنید؟ از خدا نمی ترسید؟ همش را بیرون ببرید. صبر کن، صبر کن. این کارا چه معنی داره؟ چه معنی؟ در کتاب مقدس نوشته شده معبد من خانه عبادته، اما شما آن را لانه راه زنان ساخته اید. عیسای ناصری، با چه حقی این کارها را میکنی؟ با چه حقی؟ این معبد را خراب کنید و من 3 روز آن را دوباره برپا خواهم کرد. چی؟ 46 سال ساختن این معبد طول کشید و تو میخوای 3 روزه اون رو دوباره بنا کنی؟ تو دیوونه ای. وای بر شما ای علمای دین و فریسیان، ریاکاران. شما قبرهای سفید، شما ظاهرا زیبایید ولی در درون شما پر از استخوان مردگان هستید. وای بر شما. شما با قوانینتان در پادشاهی آسمان را بر مردم می‌بندید، قوانینی که خودتان هم نمی‌توانید نگه دارید و چیزهای مهمتر خدا را نادیده می‌گیرید. قضاوت عادلانه، رحمت و ایمان. اورشلیم، اورشلیم، شهری که انبیا را می‌کشید و رسولانی که فرستادم سنگسار می‌کنید. چند بار میخواستم مانند مرغی که جوجه هایش را زیر بالش جمع میکند جمعتان کنم، اما شما نخواستید.
به شما میگم بیشرمانه بود، تهدیدی علیه قدرتمون. یک مزاحم. همین که هیچ کاری نمیکنیم ایسا رو تایید میکنه. ما همینطور کاری نکنیم تا اون مردم رو از راه بدر کنه. ولی من هیچ چیز در تعلیماتو نمیبینم که بر ضد عقایدمون باشه. من موافقم، تعلیمات او صحیح هستن. صحیح؟ اوضاع به هم ریخته امروز رو دیدید؟ ما باید قبول کنیم که فروختن حیوانات از کنترل خارج شده بود و نارضایتی مردم که چیز تازه ای نیست. ممکنه، ولی شلوغی در معبد کار به کجا خواهد کشید؟ و آیا من درست شنیدم که او خود را پادشاه یهودیان میدونه؟ با اجازه شما قیافا، این پیروان او هستند که این لقب را به او دادن. به هر حال اون رو انکار نکرده و برای همه اون مجرم به خیانتکاریه. از یک دید دیگه به این قضیه نگاه کنید. به جای اینکه یک ملت از بین بره، این بهتره که یک نفر جان خود را از دست بده. با شما موافقم قیافا. منم همینطور. عیسی ناصری هیچ کاری به جز صدمه زدن به این ملت نمی کنه. باید از میان برداشته بشه. در اولین فرصت. از وقت ماجرای توی معبد ما نمیدونیم او کجاست. ولی فکر میکنم بتونم جاش رو پیدا کنم. پس دست به کار شو. نه خداوندا، این کار خدمتکارانه، نه کار شما. شمعون پتروس، تو مرا خداوند میخوانی و آن به جاست، چون هستم. حالا که من خداوند و استاد تو، پاهای تو را شستم، شما هم باید پاهای یک دیگر را بشویید. من برای شما الگویی گذاشتم که شما همونطور رفتار کنید که من کردم. اگر شما هم دیگر را دوست بدارید، مردم می دانند که شما شاگردان من هستید. من خوشحالم که می توانم این زمان را با شما باشم. خداوند، چی شده؟ یکی از شما به من خیانت می کند. خداوند، کیه؟ اون منم؟ به کسی که این نان را می دهم او به من خیانت می کند. آن کاری که می خواهی بکنی زود انجام ده. بگیرید و بخورید، این بدن من است که برای شما پاره می شود. این خون من است که برای بسیاری ریخته می شود و برای بخشیدن گناهان.
حالا او کجاست؟ همین امشب شما همه مرا تنها میگذارید، زیرا نوشته شده من شبان را خواهم زد و گوسفندان گله پراکنده میشوند، ولی پس از اینکه زنده میشوم قبل از شما به جلیل میروم. حتی اگه همه شما را تنها بذارن من این کارو نمی کنم، هرگز. پتروس، شیطان میخواهد تو را مثل گندم زیر رو کند، ولی برای تو دعا کردم که ایمانت را حفظ کنی و وقتی قوی میشوی برادرانت را تشویق کن. من حتی حاضرم برای تو بمیرم. پتروس، پیش از بانک خروس امروز صبح تو سه بار مرا انکار خواهی کرد. هرگز، هرگز. پدر، اگر ممکن است این جام از من بگذرد، اما نه به خواست من بلکه به اراده تو. خداوند، زمانش رسیده، کسی که به من خیانت می کند اینجاست. چه خبره؟ یهودا؟ چه خبره؟ یهودا، صبر کن، سرباز بلچی اومدن. استاد، یهودا، تو به من با یک بوسه خیانت میکنی؟ چه خبره؟ عیسی، نه. چه کسی را میجویید؟ عیسی ناصری. منو هستم. شما با شمشیر و چماق برای گرفتن من آمده اید مثل یک دزد؟ من هر روزه در معبد تعلیم می دادم، ولی مرا نگرفتید. ولی پیشگویی ها باید تحقق یابد. صبر کنید، به او دست نزن، تنهاش بگذار. دست بهش نزن، رهاش کن. رهاش کنید، تنهاش بگذار. پتروس، رهاش کنید، آزادم کنید. شمشیر را کنار بگذار. فکر نمی کنی که من می توانم از پدرم بخواهم و او بیش از 12 فوج فرشته برای من خواهد فرستاد؟ شفا بیاب. عیسی، عیسی. Ha 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 ha!
اینجا صبر کن. کجا داری میری؟ شاید بتونم ببینم موضوع چه قراره. یوحنا، یوحنا، یهودا، تو چیزی داری که در مقابل این اتهامات بگویی؟ جواب کاهن اعظم رو بده. من آشکارا صحبت کردم در کنیسه ها و در معبد، هیچ چیزی در خفا ندارم. چرا از من میپرسی؟ از دیگران که شنیدن بپرسی. عیسی، چطور جرأت میکنی که با کاهن اعظم اینطور صحبت کنی؟ اگر چیز بدی گفتم بگویید چیست، وگر نه پس چرا به من سیلی میزنی؟ قیافه، کافیه، کافیه. بگذار به اصل مسئله برسیم. اینجا کسانی هستند که تهمت‌های خیلی جدی به تو میزنند. آنها میگویند که تو ادعا میکنی که پسر خدا هستی؟ به سادگی به ما بگو، آیا تو مسیح، پسر خدای زنده هستی؟ هستم. محکوم به مرگش کنی. و بعد از این شما مرا خواهید دید که در دست راست خدا نشستم و بر ابرهای آسمان می آیم. ساکت، ساکت. دیگر احتیاج به شاهدی نداریم. شما کافگوی او را شنیدید. شما چه میگویید؟ بکشیدش، بکشیدش، بکشیدش. صبر کن، تو یکی از پیروان اون هستی مگه نه؟ نه، نه. بله هستی، تو رو با اون دیدم، مطمئنم. تو اشتباهی گرفتی. تو هستی، تو اهل جلیل هستی، پیرو اون عیسی هستی. بله، من تو رو در باغ با اون دیدم. من به شما میگم من اونو نمیشناسم، قسم میخورم من اونو نمیشناسم. اوه.
نه نه قانون به سادگی میگه مرگ. ولی شما آگاهید بر طبق قوانین رومی نمیتوانیم کسی را بکشیم. ولی نه برای رومی ها، او را ناز پیلاتوس ببر. خواهش میکنم باید با شما صحبت کنم، باید صحبت کنم. خیلی خوب، رهاش کنید. من به یک مرد بیگناه خیانت کردم. اینا رو پس بگیرید، اینا رو بگیرید. من به یک مرد بیگناه خیانت کردم. خب به ما چه؟ وای بر من، من گناه کردم. راجب ایساس مگه نه؟ پسرم اونو پیش پونتیوس پیلاتوس بردن، قرار اعلامیه‌ای صادر کنن. منو پیش او ببر، منو ببر. شما مردی را که میگویید قانون شکنی کرده نزد من آوردید. از او بازجویی کردم و متوجه شدم او جرمی مرتکب نشده، ولی شما اصرار کردید که او تنبیه شود و به این دلیل او تنبیه می شود. 38 39 چهل بازش کنید. بیارینش، پیلاتوس او رو میخواد. صبر کنید، نمیخوام تاجش رو فراموش کنید. این است آن مرد. چه کار کردی که اینقدر از تو متنفرند؟ ما رسمی داریم که هر سال در ایام عید شما یک زندانی را آزاد کنیم. چه میگویید؟ موافقید عیسی ملقب به مسیح را برای شما آزاد کنیم؟ عیسی؟ یا بارا نه. بارابا، سنان دین میخوان که شما فریاد بزنید بارابا. یادتون باشه بارابا، سنان دین این را میخوان. کدام یک از این دو را برای شما آزاد کنم؟ بارابا را آزاد کنید. این مرد چی؟ پس با عیسی که به مسیح ملقب است چه باید بکنم؟ مصلوبش کنید. نه. ولی چرا؟
او چه گناهی مرتکب شده؟ او چه کار بدی انجام داده؟ ما قانونی داریم که طبق آن قانون باید بمیره، چون او گفته پسر خداست. مصلوبش کنید، مصلوبش کنید، آزادش کنید. آزاد. تو اهل کجایی؟ تو نمیخواهی با من حرف بزنی؟ تو نمیدونی که من قدرت دارم حکم آزادی یا مرگ تو را بدهم؟ تو هیچ قدرتی بر من نمیداشتی اگر از بالا به تو داده نشده بود. بنابراین کسی که مرا تسلیم تو کرد گناه بزرگتری مرتکب شده. به شما میگویم من هیچ خلافی در او نمیبینم. او خودشو شاه میخونه و ما جز قیصر پادشاهی دیگری نداریم و شما خوب میدونید که عیسی را به پادشاهی قبول کردن چیزی نیست جز خیانت. پس بیاد داشته باشید که من در مرگ این مرد بی گناهم، چون هیچ خلافی در او نمیبینم. من گناه ریختن خون این مرد عادل را به گردن نمیگیرم. بیاد داشته باشید. خون او به گردن ما و بچه های ما باشه. و در کتاب آسمانی نوشته شده خار و نزد مردمان مردود و صاحب غمها و رنج دیده، لکن او غمهای ما را بر خود گرفت و دردهای ما را بر خویش حمل نمود و ما او را از جانب خدا زحمت کشیده و مضروب و مبتلا گمان بردیم. و حالان که به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید و تعدی به سلامتی ما بر وی آمد و از زخمهای او ما شفا یافتیم. جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکی از ما به راه خود برگشته بود و خداوند گناه جمیع ما را بر وی نهاد. بقیه رو نجات داد ولی خودش رو نمیتونه نجات بده. اگه میتونه از اون صلیب پایین بیاد و ما بهش ایمان میاریم. بذارید خدا اونو نجات بده اگه اونو میخواد. مگه خودش نبود که گفت او پسر خداست؟ پدر، آنها را ببخش، نمیدانند چه میکنند. اگر تو مسیح نیستی پس خودت رو و ما رو نجات بده. ساکت باش، تو حالا هم از خدا نمی ترسی؟ حتی حالا ما جنایت کاریم، این مجازات حق ماست، ولی این مرد او هیچ کار خلافی نکرده. هیچ کاری. عیسی، وقتی به پادشاهیت وارد میشی منو به یاد داشته باش.
آمین به تو میگویم. امروز با من در فردوس خواهی بود. به مدت 3 ساعت او به روی صلیب زحج کشید و بعد در ظهر واقعی عجیبی رخ داد. تاریکی همه جا را پوشانید و به مدت 3 ساعت ادامه پیدا کرد. مادر، این پسر توست، این مادر توست. پدر، پدر، چرا مرا ترک کرده ای؟ آه، تمام شد. پدر، روحم را به دست تو می سپارم. هنگامی که او مرد، زمین به لرزه درآمد، صخره ها شکافته شدند و پرده خانه خدا از بالا تا پایین شکافت. حقیقتاً این مرد پسر خدا بود. اون دروغگو عیسی وقتی هنوز زنده بود گفت بعد از 3 روز دوباره زنده خواهم شد. برای جلوگیری از فریبکاری بیشتر نگهبانی سر قبر بفرستید و قبر رو مهر و مور کنید. مبادا که شاگرداش بیان و جسد رو ببرن و بعد به مردم بگن که او از مرگ زنده شده. موافقم، بروید و آن را مهر و مور کنید. سه روز؟ تو هم دائم یادم میندازی. 3 روز این قبر رو محافظت کردن؟ ما لازم نیست بقیه این مرده ها رو بپایین، فقط همین یکی رو، این یکی رو باید بپایین. همش هم به خاطر یک خرافات احمقانه که او دوباره زنده میشه. هیچ کس دوباره زنده نمیشه. برای همین ما اینجاییم که هیچ کدوم از شاگرداش نتونن جنازه رو بدزدن و بعد بگن که اون زنده است. حالا اینقدر غر نزن. البته کسی از مرگ زنده نمیشه. اون چی بود؟ یه زمین لرزه است، یه زلزله، نمیتونم. دوباره نخوابیدی؟ احتیاج به خواب داری؟ احتیاج به آرامش دارم. انکارش کردم، بی وفایی کردم. ما همه ترسیده بودیم. کاش میتونستم بهش بگم چقدر پشیمونم. کاش میتونستم. فکر کردم گفتی هیچ کس نمیدونه ما اینجاییم. هیچ کس نمیدونه. میرم ببینم. یعقوب، نه. مریم، من اونو دیدم. چی؟
خداوند، اونو دیدم، اون زنده است. چی؟ اون زنده شده، از مردگان برخواسته. او واقعا زنده شده بود. او دیگه در قبر نبود. ولی چطوری؟ قبر او خالی بود، کفن او اونجا بود، ولی جنازه ای نبود. عیسی رفته بود. همون روز به بعضی از شاگردانش ظاهر شد. توما، اونو دیدیم، با او صحبت کردیم. بهتون گفتم غیر ممکنه. تا من نتونم انگشتمو در جای سوراخ میخا بگذارم و دستمو در پهلوش فرو کنم باور نمی کنم. سلام بر شما باد. من انگشت خود را اینجا بگذار و دستهایم را ببین و دست خود را پیش آور و در سوراخ پهلویم بگذار و بی ایمان مباش، بلکه ایمان داشته باش. خداوندم، خدایم. توما، چون مرا دیدی ایمان آوردی. خوشا به حال آنان که نادیده ایمان آورند. پتروس، مرا محبت میکنی؟ خداوندا، تو سه مرتبه این رو از من سوال کردی. تو همه چیز رو میدونی. میدونی که دوستت دارم. گوسفندانم را غذا ده. پتروس، وقتی جوان بودی هرچه میخواستی میکردی، هر جا میخواستی میرفتی، ولی اما چون پیر شوی خدا تو را راهنمایی میکند و میبرد. گاهی وقتها به جاهایی که هرگز نمیخواستی بروی. آیا میروی پتروس؟ به خاطر من میروی؟ بله خداوند، من هر جایی شما بخواید میرم، با تمام قلب پیروی میکنم. ولی یوحنا چه خداوند؟ اون چی میشه؟ نگران یوحنا نباش. اگر اراده من باشد که تا بازگشتم زنده باشد، این چه ربطی به تو دارد؟ تو به دنبال من بیا. و بنابراین مردم فکر می‌کردن که اون شاگرد عیسی نمی‌میره، یا اینکه به دست دشمنانش نخواهد مرد. و همین طور بود. تو؟ بله، بقیه اونا همگی شهید شدن. یکی که اونها پیغام عیسی رو به ملت‌های همجوار بردن تا اونها هم با خدا آشنا بشن، با اینکه زندگیشون رو دست دادند. از 12 تای اونها من فقط باقی موندم، یه شاهد بر تمام چیزهایی که عیسی گفت و انجام داد. معجزات، محبت و آخرین پیامش موقع رفتن. بروید به سراسر دنیا و پیغام انجیل را به همه برسانید. هر کس که مرا بپذیرد نجات خواهد یافت و او را دوست می‌دارم و قلبش را خانه خودم می‌کنم. به یاد داشته باشید، من همیشه با شما خواهم بود، حتی تا انقضای عالم. پس می‌بینی چطور من اون چرا که با چشمان خودم دیدم میتونم انکار کنم؟ و چیزی رو که با تمام وجودم میدونم، اینکه عیسی مسیح پسر خداست که برای برداشتن گناه دنیا مرد. گناهان من و همینطور گناهان شما و کسی که دوباره از مرگ برخاست. و حالا که داستان را شنیدید، شما چه باور دارید؟